السلام علیکم و رحمت الله شاگردای عزیز به جلسه دوازدهم از ریاضی کانکوری از مراکز تعلیمی افغانتور خوش آمدید در جلسه دوازدهم دوستای عزیز بحث عمده ما و شما قیمت مطلقه قیمت مطلق یا Absolute والیو تعریف دقیق قیمت مطلق اینه که محاسبه فاصله یک عدد از مبدع محور اعداد هرگاهی که ما فاصله را از مبدع محور اعداد حساب کنیم میشه قیمت مطلقه دوستای عزیز میفهمین که فاصله ایجگاه منفی شده نمیتونه تا هر شرایط ما باید فاصله رو مثبت اعلان کنیم به اون واسه قیمت مطلقه میشه یک عدد مثبت میشه قیمت مطلق این رقم سمبل داره به رقم دو خط نشان بدیم قیمت مطلق بعض وقت همی دو خط تر مایل می نویسم یا عمود می نویسم برای کانکور مهم نیه خلاصه دو تا خط که باشه و معنای قیمت مطلق میده اگر ما محور اعداد در نظر بگیریم شما از قبلا میفهمیم که محور اعداد نقطه وسطی محور اعداد صفر بود این طرف منفی لایتنای شروع شد از سمت چپ و مثبت لایتنایی به سمت راست ختم میشد فرض کنیم به این نقطه ما بگیم منفی 5 و این نقطه را ما بگیم مثبت 5 فاصله مثبت 5 از مبدا محور اعداد دوستای عزیز تابع قسمت 5 واحد میشه حالا یا متر بگیم یا سانتی میتر. منفی 5 هم دقیقا 5 واحد میشه وقتی که ما بس از فاصله میگیم بعد اینا رو تحت قیمت مطلق بگیریم پس قیمت مطلق مثبت 5 میشه مثبت 5 واحد منفی 5 هم پس میشه مثبت 5 واحد برای رفع قیمت مطلق دوستای عزیز ما و شما حالات اختصاصی داریم حالات خصوصی رفع قیمت مطلقه آنچه که برای کانکور مهم است ما شما بیشتر رو همون بس کنیم. اگر دوستای عزیز تحت قیمت مطلق اولین حالت اینه که یک عدد باشه وقتی میگیم یک عدد یعنی یک علامت باشه از علامات جمع تفریق یا مثبت باشه یا منفی تحت هر شرایط حاصل از این میشه مثبت پس قیمت مطلق مثبت 5 میشه مثبت 5 از این سوال دگی هم کار میکنیم اگر عدد بیای منفی باشه مثلا منفی 80 یعنی فاصله و از صفر یا مبدا میشه مثبت 80 حالت اول شما فهمیدیم دوستای عزیز که اگر یک عدد باشه تحت هر شرایط علامت از ما مثبت اعلان میکنیم هرگاهی که مثبت هم باشه میشه مثبت و اگر منفی هم باشه پس میشه مثبت دومین حالتی که برای قیمت مطلق در نظر میگیریم حالت دوم حالت دوم اگر از یک عدد بیشتر باشه فرض کنیم باشه 200 منفی 800 شما این قیمت مطلق برای ابتدا در نظر نگیریم بیایم اینا رو جمع و تفریق کنیم 200 منفی 800 نظر به جمع تفریخ عداد می بینیم و تفریق اعداد حقیقی میبینیم که اینو مختلف العلامه ما شما خوندیم که دو عدد مختلف العلامه همیشه از هم دیگر تفریق میشن یعنی 600 علامت از عدد می گرفتیم که شکل یا کرکتری بیشتر باشه که فعلا منفیه حالی به یک عدد تبدیل شد قیمت مطلق یک عدد تحت هر شرایط پس میشه مثبت میشه مثبت 600 حالت سوم برای قیمت مطلق دوستای عزیز این حالت با کانکور دیگه بیشتر تستا رول اومده داشته بیشتر مسوالات کار میکنم برای از این حالت که از آدرس تست کانکور باشه اگر تحت قیمت مطلق ما یکی از عروف قیمت داشته باشیم یا جزور تقریبی عروف قیمت دار یا پای یا عدد اوولر جزور تقریبی مثل جزر دو، جزر سه، جزر هفت که اینا جزور تقریبی میگیم برای از این حالت ما ذهنی بیایم قیمت را قیمت گذاری کنیم دو حالت اتفاق میفته که اگر ایچی تغییرات به وجود نیامد شاگردهای عزیز یعنی علامت تحت قیمت مطلق آمد بعد از قیمت گذاری ذهنی مثبت شد ما بدون تغییرات افاده را از تحت قیمت مطلق خارج می سازیم هرگاهی که ذهنی قیمت گذاری کردیم علامت تحت قیمت مطلق منفی شد با تغییرات خارج میشه یعنی یک علامت منفی بر ابتدای افاده باید ضرب کنیم شما قیمت تقریبی پایر میفهمیم که 3.14 به نظر شما از سه اشاره یا چهارده بیایم دور کم کنیم حاصل مثبت میشه یا منفی ما مطمئن اون شما میگیم که حاصل میشه مثبت حالی که مثبت شد بدون تغییرات یعنی پس خودی رو بنویسیم پای منفی دو سوال دوم فرض کنیم گفته ده منفی پای باشه که بگیم منفی ده منفی پای قیمت پای تقریبی 3.14 ای منفی ده خودی و ای هم منفی اگر کنیم پس حاصل میشه منفی گفتیم هرگاهی که منفی شد با تغییرات بیرون میشه می تغییرات چی است یک علامت منفی به اول افاده باید ضرب شه یعنی هم خود منفی بود منفی ضرب منفی میشه مثبت ده و یا میشه مثبت پای سوال سوم گفته پای منفی 8 از سه اشاریه چارده هشت تفریخ کنیم آسل مثبت میشه یا منفی؟ مثبت میشه حالا پنج اشاریه چند میشه یا چهار اشاریه چند؟ وقتی که مثبت شد بدون تغییرات از سه اشاریه چند ببخشیم که منفی هشت تفریخ کنیم آسل منفی میشه وقتی که منفی شد با تغییرات یک منفی به اول ضرب میکنیم این میشه منفی پای به این میشه مثبت شت. یا میشه که جمع خاصیت تبدیلی داره بنویسیم شت منفی پای حالت چهارم دوستای عزیز حالت چهارم برای قیمت مطلق هرگاهی که افاده تحت قیمت مطلقه حروف قیمتدار یا جزور تقریبی نباشه بلکه یکی از حروف انگلیسی داشته باشیم هرگاهی که یکی از حروف انگلیسی داشته باشیم دوستای عزیز برای ما و شما ساحه هم تعیین میکنه و طبق همو ساحه بعد رفتار کنیم تا که افاده را از تحت قیمت مطلق خارج بسازیم فرض کنیم گفته اکس منفی دو را از تحت قیمت مطلق خارج بسازیم برای اکس های کوچکتر از دو اینج شرط یا ساحه تعیین میشه خوردتر از دو مثلا یک صفر اعداد منفی یک منفی دو مثبت میشه یا منفی میفهمیم که منفی میشه منفی که میشد با تغییرات یک علامت منفی به اول افاده باید ضرب میشد خلاصه میشه منفی x و این منفی ضرب منفی هم مثبت دو یا جمع خاصیت تبدیلی داره بنویسیم دو منفی x سوال دوم دو x منفی ده تحت قیمت مطلق برای x های بزرگتر از پنج گفته ای را از تحت قیمت مطلقه خارج بسازیم بزرگتر از پنج مثلا شیشت دو ضرب شیشت دوازده دوازده منفی ده حاصل میشه مثبت هرگاهی که مثبت بشه شاگردهای عزیز با تغییرات خارج میشه یا بدون تغییرات ما مطمئن و میگیم که هرگاهی که مثبت شه بدون تغییرات یعنی پس بنویسیم دو ایکس منفی ده که میشه جواب سوال سوال سوم گفته سه تحت قیمت مطلق منفی هفت ای تحت قیمت مطلق بر a کوچکتر از صفر گفته فادر بیایم از قیمت مطلقه خارج بسازیم میبینیم که دو تا قیمت مطلقه داریم به شکل تفریق بیک خورتر از صفر بنا میسیم یعنی منفی خوی خود منفی میشه سه ضرب عدد منفی منفی میشه با تغییرات میشه منفی 3a اینو ای منفی از سوال بود حال این قسمت قیمت گذاری کنیم پس میشه منفی ام با تغییرات بیرو میشه منفی 7a یعنی منفی 3a این ای منفی ضرب منفی میشه مثبت 7a از 3 7a کم کنیم میشه چند a 4a شاگردای عزیز به ختم درس امروزی قرار گرفتیم موفق و پیروز باشه